بودو مامان بودو آقا حواست باشه مواظب باش مریم جان بابا تو کار خانم دخالت نکن لطفا تو اگه صبح زود میخوای بیدار چی ساعت بذار دیگه اگه نمیتونی به من بگو بیدارت کنم حواست باشه دیر نکنی
برو ازم، برو خداحافظ. موضوع خود با من بود. با هر دوتونم زنگ میزنم. برو خود. نریز اونو بابا اونجا، نریز عزیزم، من با تمیز کنم. سلام. چه عجب، امروز زود اومدی چوپانی. لیست آماده کردم. البته همچی زودم نرسیدی، با هم رسیدیم. بذار رو میز. چیه؟ چی؟ لیست کامله دیگه. بله. خوبه، خوبه. با اجازه. شال قرمز؟ اینجا جای شال قرمز بستنه؟ مگه چیزی شده؟ معلومه که چیزی شده. این سر یه زمین کشاورزی؟ امروز گوجه میترکونی میشی مدل گوجه‌ای، فردا کلمکاری میکنی این هوا کله بیسازی میای شرکت، پس فردا نوبت دمکنی میکشی رو سرت. خانم اینجا 10 تا مرد کار میکنه. میگم 10 تا مرد کار میکنه. بله. 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 متوجه شدم. زشتت کرده. بله. میگم زشتت کرده. زشت. میتونم برم؟ چی میگی؟ من نمیشنم، میگم بلندتر حرف بزن. اگه کارتون تموم شده برم دیگه. چوبانی، اینجا محل کاره، دیگه تکرار نشه. برو. آقای مهندس، من که چند بار گفتم خدمتتون، بارا به حسه بهتون خبر میدم، فقط یکم گیر گمرکیم، حل بشه میرسه. آره آره، قربون شما، خداحافظ. من دارم یه چایی بریزم برای خودم، میل داری بریزم؟ ممنون، بریزم.
چوپانی، این لیست ناقصه که. کجاش؟ حواست نیست، دقت نمی کنی. بعید می دونم، شاید سفارش جدیده. بازاره هماهنگ کردم، دوتا مال کمه، جنسا تو گمرک مونده. بدین چک کنم. یه روز زود اومدی؟ بخواب دیگه، بخواب، پترو بکش رو قشنگ. این حرفا چی آقا رضا؟ شما پولتو میخوای دیگه؟ نمیخوام این مزاحمتون بشه. بخواب دختر، چند وقتی یه خورده مشکل مالی دارم، تو چند وقتی که مشکل حل میشه چشم رو چشمم برداخت میکنم. همه مشکل دارم عزیز. گوش نمیدی؟ بخواب. شب بخیر مامان. بخواب. شب بخیر. آفری. دم شما گرم. خدا حافظ. بعد حرف زد که نصفش رفت. اصلا نفهمیدم فیلم چی شد. اینم سر سال بلندمون میکنه که یکی در به در این خونه مون خونشیم. تو الانش که جور شده از این دوانش میشه جور میشه دیگه. کمش کن، مگه نمیتونه بخوابه؟ آخه اینجا جای خوابوندن بچه هست. حسنم سر میره تو اتاق، کمش کن. صبح نمیخوای پاشی؟ پا میشم دیگه. حواست هست چی میگم اصلا؟ تو چرا انقدر کلافه ای؟ هیچی. خب یعنی چی هیچی؟ تو الان چند وقت هر وقت که از شرکت داری میام جور احمد اینجوری تو همه؟ یعنی هر کسی که فامیلی تو صدا بزنه تو باید ناراحت چی از هستش؟ میگم یارو دیوونه است، منظوردار صدا میکنه، مثل بقیه که نمیگه. چرا تو اینجوری فکر میکنی؟ قشنگ بد میگه، کار داره باید تلفن رو برداره داخلی رو بگیره، میاد دم در داد میزنه. دیوونه. مگه تو نمیگی همه کارمند و مردن؟ تو خب شاید با تو که یه زنی راحت تره. چه ربطی داره؟ حساس شدی روش. مریم بهش فکر نکن. نمیفهم چرا انقدر با من لجه حالا. خب آتو نده دستش. دیگه نمیتونم خودم رو بکشم که، سه برابر بقیه دارم کار میکنم. خب مگه تو نگفتی لیسته و امروز بهش اشتباه دادی؟ حالا یه بار شده ها، استثناء بود، دو تا قلم از کالاها رو یادم رفته بود. چه میدونم ولش کن دیگه. اگه یه کار دیگه پیدا میکردم ول میکردم. بره این کار رو. این بچه غذا خورده خوابیده، غذا اصلا چیزی داریم بخوری؟ حوصله نداشتم چیزی درست کنم. ببین توی یخچال چی هست، گرم کن بخور. خب شما زیاد علی خوردن نیست. حالا از اون گرسنگی مرده بودیم. ای بابا، حالا یه شب باید غذا گرم کنی بخوری یا داستان نیست. مجید چه شده مجید؟ آقای مریم اصلا حالم خوب نیست، زنم آقا نمیشه، میخوام بالا بگرم. مجید نکنه مسموم شدی؟ چی خوردی دیشب؟ بگم اصلا چیزی میخورم که مسموم شد. بیتار رو نمیتونی ببری؟ اصلا نمیتون. حالم باید یه خورشی چیزی باز. میزینی ها؟ آره باش باش، دیرم شده نه ترس، هنوز نیومده. جدن؟ سلام. سلام. چطوری کوچولو؟ به لطف شما بد نیستم، شما چطوری؟ ماشاءالله. چند سالشه؟ 5. البته که روز شمارش رو بخواین 1711 روز. شما صبحونه خوردین؟ نیست که میره مهد، فهم کنه همه جا صحبت صحبونه بخواهم. ماما جون الان میرم به صحبونه میدم. مربا؟ نه. کره؟ نه. ایوا؟
قند بذارم لاش؟ نه بخور دیگه، پنیر خالی که نمیشه که. مامان جون امروز دختره؟ خوبی باشم. حرف مامانو؟ گوش کنم. آفرین، امارم خودش میدونه. در کمدار رو وا نکنی، نه دویی، سر صدا نکنی، محل کاره دیگه، قرم شکلت باشه. بهت گفتم دیگه خانم رئیسمون چه جوریه. بیا از جای جای بودو. این های کپی برگ درخواست اولیتونه. آقای ابوطالبی گفتم دو هفته حاضر نمیتونیم بکنیم دارو. خانم عجله داریم، شرکت ما عجله نمیکنه. یه بعد درخواستتون رو شاید دوتاش رو نرسیم، چه سه چهار روز این ور اون ور بشه. اصلا فقط فاکتورش رو نمیدیم. باشه حتما، کپیش رو میدم بهتون. مرسی. چه گوگور مگوری؟ اسم شما چیه؟ بیتا. اسم شما چیه؟ اسم من سهیلا و محبوبه. خلاصه سهیلا یا محبوبه؟ اسمم سهیلا، فامیلم محبوبه، مدیر عامل شرکتم. شما رئیسی؟ بچه شماست؟ امروز وقت نشد ببرمش مهد، ببخشید. بچه شماست. چوپانی، صبح صبحونه نخوردم، چایی هست؟ بله. بله؟ بله هست. سینی از این بهتر نبود؟ خوب شد طبق نخواستم، کشتن نبود. چوپانی، مسئولیت اینجا با توه، بگرد پیدا کن. برم چوپانی. من اینجا چیه؟ بله؟ مربی مهد کودکم. من صبح واقعا وقت نشد ببرمش مهد بذارم. مشکلی نیست، چرا گل شدی؟ تو بگو من چی کارم؟ من همون کارم، معلمم، فراشم، تیکشم، دبیرم، چیم؟ شوهرم هم آخه نبود خونه ببرم. به من چه عزیز من شوهر من نبود؟ واسه چیه سر صبح حرفا به من خورد میکنی؟ خانم محبوب، مگه اولین بار نیست این اتفاق افتاده؟ دیگه راست من مچل کردی نه؟ خانم محبوب منو مچل کردی تو؟ این چه حرفیه میزنین آخه؟ تاوان بچه دار شدن تو رو من باید بدم ها؟ چه تاوانی خانم محبوب؟ کوله میخوای؟ تو کوله میخوای؟ عزیز من اینجا شرکته، مگه اینجا جنگله؟ رئیس داره من بفرما بیرون اصلا من خود نکن بیرون. رئیس مرعوس این که اینجوری که باز نمیشه که نزن اینجوری، اینو داغونش کردی. تو که اصلا کلن غذا درست کردن رو فراموش کردی. خب حالا چرا هر سه تو داری سر این خالی میکنی؟ خب مشکل از خودت دیگه. حالا دیگه بس من طرفداری اونو میکنی دیگه. ای بابا تو بیدار نشدی، طرفداری چی اون میکنم؟ بیدار نشدی از خواب. خیلی رو داری به خدا مجید. اگه تو بیدار شده بودی لازم نبودم بچه رو ببرم اینطوری شه. حالا تقصیر من شو؟ نه پس تقصیر منه؟ همه بچهشونو میارن اونجا، من نمیدونم چه تو چرند اینو من باید تحمل کنم؟ نه اصلا این قضیه خیلی داره مشکل ساز میشه، داره وارد زندگی خصوصیمون میشه.
زنی که ایک میری میکنه آن چون پول داره هر کاری دلش میخواد بکنه و به هر کچی دلش میخواد بگه و مریم اینجا طرز حرف زدنه زنی که ایک میری یعنی چی زشته برو بابا تو هم مگه میشه جدن جی من دست بچه‌مو گرفتم آوردم توی خونه که در حقش پدری کنی در حق دخترت کم میخوایی من بیام باش صحبت کنم صحبت کنی که برای از اونجا بندازه بیرون بمونی بیا بدون دیوونه یا خلا خود زبون خوش ما رو از تو لونش میکشه بیرون بگیم مار نیست که خون اجده هاست آخه این که نمیشه که تو هر روز بیای خونه ما داستان داشته باشیم خب بذار ببینم مثلا حرف حسابش چیه هیچی فقط میخواد من رو اذیت کنه بس یا کلن بیخیال کار شو یا بذار من باش حرف بزنم دیوونه است میگم بدتر میکنه حالا من یه جوری باش حرف میزنم که قبول کنه اونم میگه چشم آقا مجید منتظر بودم شما دستور بدین حالا تو چی کار داره دیگه به این کار چیزی میگیم این بلد کاری میخواد راه داره مجید ول کن میگم مریض یارو بدتر میکنه بابا خب بذار من بیام ببینم اصلا این قول بیشا خودمی که تو میگه اصلا چه شکلی هست زشته زشت رفتارشو میگم منم رفتارشو میگم وگرنه قیافهش یه جورایی خاصه هرس میده آدم و سواره این ماشینش میشه فهم کنه فقط یه دونه تو دنیا سنم برای این یه دونه ساختن از او دید میشه بشه خوشت اومد زشته با این حرف رو کشیم بچه نده یا ایشالا شما میرین سر کاری رئیس دیوونه مثل این پیدا میکنین هی هر روز میرین خونه قول میزنین منم میگم زشته زشته خواست جدا کنیم بریم یا نه بله بالاخره هر کسی یه سری محاسن داره یه سری معایب داره سن بالاست من دنبال یه نیروی جوان میگردم که بتونم موقعیت کاری بهش بدم پدر جان شما الان بازنشسته شدیم باید استراحت بکنی استراحت میکنی؟ وضعیت استراحتتون چطوره؟ استراحت هم میکنی ولی من میتونم مثل یه جوان کارایی داشته باشم تنها کار که مهم نیست پدر من که زیبایی، جوانی، سلیقه نیازه بذار من یه توضیح بدم شاید برای شما مشخص بشه این آسانسور شرکت ما رو که دیدین سال 12 ماه خرابه کافی شما 12 کیلو بارو 12 مرتبه بخواییم بالا پایین بکنیم خب دفعه آخر که اون بالا میرسین من ناچار میشم دوباره آگهی ترین یعنی استخدام بدم نی دیگه چیزی از شما باقی نیمونه میمونه به نظر شما میمونه ولی حالا که شما به زیبایی و جوانی و سلیقه احتیاج دارید خب دختر منو استخدام کنی تازه لیسانس مدیریت گرفته پدر من بابای من هی به شما میگم نره شما میگی بدوش اینطوری بدتر میشه ها من اینو میشناسم بعد میگه زنه به این گندگی چرا خودش نیومده حرف بزنه بابا تو چرا اونقدر سخت میگیری من که نمیخوام برم باش دعوا کنم که من بلدم یه جوری بهش میگم که بهش بر نخوره خوبه چی میخوای بهش بگی مثلا الان یه بار اینجا بر من بگو میرم تو در میزنم اونم در وا میکنه سلام میکنم اونم سلام میکنه بعد میشینم رو موب بهش میگم دیگه حل ده سلام علیکم بفرمایید اینم زیبایی و جوانی و سلیقه همینو استخدامش کنم بفرمایید ببخشید بنده مهم نیست اسم آدمون که مهم نیست مهم شخصیت اجتماعی و
کاری آدم هست. من از این که مزاحم جناب علی. نخیر آقا، چه زحمتی. من و شما حالا حالاها با هم دیگه کار داریم. اگر از همون اول بخوایم اسباب زحمت هم بشیم که نمیتونیم کار کنیم. بفرمایید. قطعاً حرف جناب علیه. نه. حرف من نه، حرف ماست. من اصولاً به خرد جمعی اعتقاد دارم. اتفاقاً گفته بودن که خرد شما یه خرد جمعیه. فرید، خوشم اومد. جان؟ ادبیاتتون رو میگم دیگه. ادبیات. اتفاقاً ادبیات خوندم. ولی ادبیات نمایشی. و کی گفته؟ چیو کی گفته؟ این که تفکر من جمعیه دیگه. داشتم میامدم خدمت جناب علی، دارم بچه ها وول میخوردن این چیزه گفتم. خوب میدونم کی راجع به من به تو چی گفته. میدونی که بعضی از کاربندا اهل چغلی کردنم. امیدوارم شما از اونجوراش نباشی. اگه یه روز کارتو با فیلمنامه نویسی اشتباه گرفتی، کلات پس برگز. اما اگه اهل سیابازی و معرکه گیری نباشی، خوب میتونیم با هم کنار بیاییم. اصولا من برای آسایش کار میکنم خانم. هر چیزی که بخواد جلو آسایش منو سد بکنه، قیچیش میکنم میندازمش دور. خوبه. قیچی خوبه. یک ماه آزمایشی کار میکنیم، بعد راجع به جایگاه و حقوقت با هم حرف میزنیم. نقشه های خوبی بازت دارم، اگر کار دوستی رو بتونی از هم جدا بکنی. میدونی که در دوستی من خودم پیش قدمم. اصلا دوستی و کار اگر بره تو هم که سنگ رو سنگ بند نمیشه. البته گاهی وقتا ناچار میشم کمی سختگیری کنم. سختگیری از اصول مدیریته. اجازه ندارین توی شرکت به غیر از مسائل اداری با هیچ خانومی حرف بزنید. دو، تمامی توجهتون فقط باید مسائل اداری باشه، فقط مسائل اداری. سه، کوچکترین اشتباهی ازتون ببینم حتما اخراجتون میکنم. بلنشی؟ بچرخی؟ کدوم؟ از همون طرف بچرخ؟ نه خوبه، جلفوز جیغ نیست. میدونی که من از رنگای جلف و جیغ اصلا خوشم نمیاد. جیغ نبوش. جیغ سلام. قضیه گمرک چی شد؟ امروز ترخیصه. همکار جدیدمونه. خانم چوپانی، ایشونم آقای مجید درخشان هستم. حکم موقت ایشون رو تایپ بکنین تا من امضا کنم. یعنی دیگه یعنی نداره که به زبان سانسکریت که حرف نمیزنیم، فارسی داریم صحبت میکنیم. میتونم برم؟ شما نه، آقای درخشان میتونن. فردا رأس ساعت 8 اینجا باشین. خواهش میکنم. چوپانی، صدات میکنم کارت دارم دیگه، نه؟ بله. آفرین، چه سر به زیر شدی. مدل من بستی سر تو؟ بدم نیست. همیشه همینطور حرف گوش کن باش، کارا راحت تر پیش میره. میخواستم بهت بگم که با تقاضای وامت موافقت نشد. بهتر کار کن. برو. الو مریم، چطور حالت خوبه؟ ببین اصلا برود نیار که منو میشناسی. نه اصلا نباید بفهم من تو زن و شوهری. حالا بعدا من میام خونه برات توضیح میدم. باشه پولم زیاد شد. خدافظ. چوپانی
بیا دنبالم. الان؟ من گفتم بعدا؟ نه. پس منظورم الانه. آخه این کارا رو هنوز تمام نکردم. چوپانی من رئیستم دیگه، نه؟ ولش کن بیا. چه عجب این آسانسور سالمه. آقای مجید دیدی؟ خیلی مرد خوبیه. بله. بله؟ آدم متشخصیه. چگلی میکنی ها؟ من؟ چی بهش گفتی؟ به کی؟ میخوای اخراجت کنم بندازمت بیرون؟ ها چی میگی؟ نکنه کار بهتر پیدا کردی، حواس رفتن داری؟ اشتباه میکنین. بیا دنبالم. سری باش میرسونمت. بگم ندت کنه بری خرجش یه تلفنی. اشتباه میکنین، ماجرا اصلا این نیست. پس ماجرا چی؟ من منظوری نداشتم. منظور داشتی؟ از همون اول که فهمیدی رئیست یه دختره سر ناسازگاری گذاشتی نداشتی؟ من؟ نه پس من چیه؟ یه قهر میکنی، ناز میکنی، اومدی کار بکنی یا واسه کار بکنم؟ این چه حرفیه؟ من که همیشه کارامو کردم. کدوم کار؟ شال قرمز بستن میگی یا بچه داری سر کار رو؟ دیگه بنای چغلی کرده باشه من که از تو خیلی خیلی حرف بیشتری دارم واسه بالایی ها بزنم که ندارم؟ من نمیدونم چی بگم، یه هرچی میگم شما حرف خودتون. چوفانی بچسب به کارت، مثل این کار دیگه نمیتونی گیر بیاری. من و تو زنیم، حرف همدیگه رو بهتر میفهمیم. نبی چون خدا بله. آقا مجید سلام. سلام آقا رضا. مجید جان مزاحم شدم، خونه نیستین؟ آقا رضا من سر کارم قربونت. خب چرا حالا اینجوری حرف میزنی؟ این صاحب کار من یه خورد آدم بدخلقی، اگر بفهمه من دارم با تلفن حرف میزنم منو برد میکنه بیرون. ها خدا رو شکر، خدا رو شکر مشغول شدی پس. این رئیسا همشون مثل صابونا عصبی هست. بله بله بله، نسبت شما صد رحمت به شما آقا رضا. من پشت درم، خانومت نیست قبض گازو بدم بهش؟ من و خانومم با هم یه جا کار میکنیم آرزو. ماما بابا یارو پشت دره. بیتا به به خانم چوپانی. سلام خانم امیرزاده چوپانی، حالتون چطوره؟ به به آقا مجید ترخیص شده. چطوری؟
اینجوری بهتره چون کسی شک نمیکنه. ما زن و شوهریم. مریم جان ما تو خونه زن و شوهریم، تو محل کار همکاریم. بعد من ازت خواهش میکنم تو یه تایمی رو تحمل بکن، همه چی درست میشه. خواهش میکنم. اول من برم یا تو؟ تو اول برو، من یه رو دیگه میام. اینجوری بهتره، تو اول برو. چای سبزه میخوری؟ نه ممنون. میگن روی اعصاب و پوست معجزه میکنه. ابا برش داشتی؟ خیلی حیف شد، به شخصیتتون خیلی میومد. خب همه چی رو برای دیگه نه؟ بله همه چی مرتبه. همکار جایی چطوره؟ راضی هستی؟ خوبه، منده با شخصیتی. بله خوب. و دخترت چطوره؟ اونم خوبه. از قدیم و ندیم گفتن بچه ها شیرینی زندگی هن. خیلی گوگوله، قدرشو بدون. لطف داری عزیزم. رفتی بیرون با آقای مجید بگو بیاد پیش من، کارش دارم. با آقای مجید چی کار داری؟ بله اینجوری بی جنبه اینا. یه عزیزم گفتم زود دختر خاله شدیم. برو بگو بیاد تو سری. بعد چی کارت داشت؟ کی؟ خانم سهیلا. برای چی داشت راجب ملک و اموال و دارایی و از اون طرف معمولی چون میسد؟ ای دیگه چی میگفتم؟ به مریم خودت خوب میدونی من اگه قبول کردم بیام سر کار فقط به خاطر تو میتاست، فقط به خاطر اینکه یک نونی بیاد تو سفرمون که خیال شما راحت بشه. اصلا زشت این حرفا، خواهش میکنم این حرفا رو نزن. باشه حالا بگو چی میخواستی بگی. آره دوتا آب میوه بخوریم بعد میگم. خب من یه دوتا آب میوه خوشمزه میخورم، میخوریم بعد میگم. من بستنی میخورم. پس من یه دوتا آب میوه بستنی میخورم، نه حرف تو بشه نه حرف من. زود آقا رضا به بابا تلفن زد، فکر کنم باید خونه رو عوض کنیم. اون آزمه رو خواست، بابام گفت از سر برش خونه رو خالی میکنیم. اه دختر گلم، شما نباید به حرف خصوصی بابا گوش بدی. این که خصوصی نیست، به منم مربوطه. شیطون. بفرمایید. مرسی. اینم یه آب میوه بستنی خوشمزه واسه دختر گلم. خیلی بابا دلم میاد مثل بچه ها با هم حرف میزنی. خب من هم دلم بچه میخواد دیگه، چی کار کنم؟ مجید برو سر اصل مطلب، چی میخواستی به من بگی بگو. حالا آب میوه تو بخور بعد با هم صحبت میکنم. ببین دیگه دارم نگران میشم. خونه گفتی بریم آب میوه بخوریم، الان میگی بخور بعد بگو. هیچی بابا، آقا رضا صابخونه زنگ زد گفت آخر برد باید خونه رو خالی شد. این آقای درخشان کو؟ هنوز نیومدم. عجیبه، آدم دقیقیه. نگران شدم شمارش بگیری؟ شمارش رو ندارم متاسفانه. نداری؟ چوبانی تو بگی شمارش رو. منم ندارم. نداری؟ همون بهتر که نداری. سلام مسعود جون، حالت خوبه؟
نه بابا، دمت گرم، دمت گرم. ندادش پیش فاکتور آماده است. آره 50% نقد، 50% هم بعد از تعبیر سیستم. نه نه نه، مهندس خودمون داریم داداش. آره قربون تو، خدا حافظ. خدا حافظ. چیه؟ وقت دارین؟ آره تو که اومدی تو، بگو دیگه. اومدم یه چیزی رو بهتون بگم. بگو، فقط زود بگو، من گرفتارم. اگر که براتون وقت داره منو بفرستین اون یکی ساختمون. کدوم ساختمون؟ خانم محبوبی یه ساختمونه دیگه که بیشتر نداریم که، خیامون فرشته رو میگن. ها اون؟ نه نه. چرا؟ خب برای که گرفتاریم، نمیبینی؟ یکی رو میذارم جای خودم، یکی پیدا میکنم. باز دوباره شروع کردی چوپانی؟ هر روز یه بامبول دیگه. ها؟ میخوای اعصاب منو خرد بکنی؟ میخوای منو دیوونه بکنی؟ بس دیگه عزیز من، به اینجام رسوندی، منو دیوونه کردی. برو بیرون، من هزار تا کار دارم. آقای مجید کجا بودی؟ من دلم هزار راه رفت. امان از این راه. خانم یه مشتری پیدا کردم واسه شرکت دست به نقد. آفرین آفرین، من از روز اول به شما ایمان داشتم. آفرین. ولش کنیم. ببینین این برگه های سخنرانی تو جلسه مدیران ارشده، میخوام روی ادبیات و انشا شما کار کنیم. بله خیالتون راحت. فردا ساعت 9 جلسه است. صبح زود به دستم میرسونیم؟ بله بله، خیالتون راحت بشه. مهمه؟ بله خانم، خیالتون راحت بشه. اینم یو اس بی. هم دقت کنم چون تو آدم دقیقی هستی، من دادم اینو تایپ کنه. نترس، تو اخراج شدنی نیستی. هم از این دیوانه هیچی بعید نیست. دیوانه تو ده پولمون داری؟ من پروانه هم بارده عوضش کنم. پروانه؟ از پروانه ماشین. من دیگه کم کم دارم میبارم مجید. خودش رو دعوا داری یا نداری؟ نه ندارم. با توجه به حرکت پرسرعت جهان در هزاره سوم، یقیناً علم آیتی پیشبرنده اصلی این اتفاق است. با تقویت این علم در کشورهای در حال توسعه، دستیابی به این سرعت جهانی تسهیل می‌گردد. ممنون، خسته نباشید. به طور کلی میتوان گفت که تبلت ها بیشتر برای مصرف کنندگان محتوا ساخته شده و تعداد کمی از تولید کنندگان محتوا از آن استفاده میکنند. یک کاربر تبلت میتواند با تبلت خود کتاب بخواند، در اینترنت به گشت و گذار بپردازد، فیلم تماشا کند
فایل های آفیس را باز و گیم بازی کند. سلام علیکم مجید جان، خسته نباشی. عالی بود، عالی. بیا با آقای بهمنی به این بگین که کاری برام پیش اومد رفت. چه شد؟ نمیدونم. نه الان میام بهمنی. مریم وایسا چته تو؟ من چمه؟ تو چته؟ نمیفهمی همه چی شده؟ مجید جان کجا میری؟ کی میری؟ کی میری؟ نگرانت میشه. خب این حرفا به من چه ربطی داره؟ چرا اینا رو داری به من میگی؟ به تو نگم، به کی بگم؟ به اون بگم. مریم جان من تو رو دارم، بی تو رو دارم. خجالت بکش. تو میدونی ما رو داری، چرا بهش نمیگی؟ مریم من اگر بهش بگم چرا نمیفهمی؟ من اگر بهش بگم اون من از اینجا پرت میکنه بیرون. حساسیت تو الکی، الکی حساس شدی. آره الکی. تو هیچی وقت نمیفهمی. با هم یه جا هم کار کنیم، توی شرکت رئیسش مرد باشه، ندونه تو شوهرمی، باز نمیفهمی من چی میگم. تو دیوونه ای. فقط همین، من هیچی ندارم به تو بگم. آره دیوونم. تو اون با هم دیوونم کرد. دستش خیلی خرابه مجید، مت بهش بگو تو. سلام. بهتر نبود اول در بزنید آقا مجید؟ ببخشید من اصلا حواسم نبود. این خانم چوبانی تفلک یک جوری بود، فکر میکنم با شوهرش دعوا شده بود، چون خیلی تفلکی ناراحت بود. عذرخواهی کرد، گفتش که من مرخصیشو از شما بگیرم. میخوای کارمند بخش حقوقی بشین؟ نه نه خیر، چطور مگه؟ آخه داری نقش وکیل وسیع رو بازی میکنی. گفتم شاید به بحث حقوقی علاقه مندی. من خورده دلم ازشون سوخت. دلت بی جا کرد سوخت. اگه شما نخواهید که بنده رو بفرستید بخش حساب داری، من قول میدم از این بعد حساب کتاب همه شروع داشته باشم. با اجازتون. آقا مجید، آقا مجید ببخشی، من کنترل اعصابمو از دست دادم. میتونی نگران که میشم اینجوری میشم. رشه رو میبینی؟ حالا خوب شدم، با شما آشنا شدم، خیلی خیلی خوب شدم. نگرانیه که میاد این رشه هم شروع میشه، ضربانم هم کم میشه. هی نگرانی میاد ضربان کم میشه، هی کم میشه. دستگاه میفته. افتاد. ازدواج کردم که کردم، اون مال گذشته هامه، گذشته هر کسان به خودش بربوده. حالا که پیش همین، نه تو از گذشته من بپرس، نه من از گذشته تو میپرسم. حس بگی؟ چه
بچه درست کرده زن. ماهی درست کردم آقا. مگر من نگفتم از ماهی خوشم نمیاد؟ تو چرا فقط به فکر خودتی؟ ببخشید آقا، تکرار نخواهد شد. این حرف همیشه گیت زن، وای خدا، همیشه پای کدوم از این زنها در میونه. بعد تا میره بهشون یه چیز بگی میگن ما زن و فرشتیم، ما زن و فرشتیم. با ما اینطور صحبت نکنید، ما زنها بلوریم، تا به تازیانه نداریم. پس اگر میخوای ببخشم یا بسقاب ماهی بده تا بخوریم. بعد وایسی بابا مجیدم بیاد، هممون با هم سر سفره بشینیم. اگه نیومد؟ میاد عزیزم، خونشه، مگه میشه نیاد؟ الان دیگه پیداش میشه. سلام. به به، چه بوی ماهی، بوی خوب. شنگوله هلا چطوری بای؟ دستگل و جعبه شیرینی نشانه چیست پسر؟ آه همین چیزه، بازیه. تو هم یه خورده بالاتر. من به خواستگاری مریم بانو آمدم. ها ها ها، چه داری؟ خانه، ویلا، ماشین مدل بالا یا شغلی شریف؟ با او همه را میتوان صاحب شد. من حرفی ندارم، بهتر از اول آشپزیش را امتحان کنیم. اگر خوشت آمد این فرشته را به تو میسپارم. برید حاضر شید تا من میزو میچینم. ای به چشم، خدمت شما. عالی بود. مریم جان عزیزم، امروز یه روز جدیده، پس ما هم باید آدم های جدیدی باشیم. حساسیت تو کم کن و به کارت بچسب. هیچی مهم نیست، مهم منم که تو رو به اندازه دنیا دوست دارم. حداقل یه چیزی با ارزش رو میگفتی، دنیا که ارزش نداره. اگه ارزشی نداره بس چی اعصابتو خورد میکنی ها؟ باشه من رفتم. نه 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 نه، تو اول نرو. بذار امروز من اول میرم، چون تو روزای قبل تو اول میرفتی ممکنه شک بکنم. بس من اول میرم، تو چند دقیقه دیگه بیا. بفهم. سلام، ببخشید یه خورده من دیر کردم. اگه برای کارتون ارزش قائل بودین آخرین نفری نبودین که میمدین سر کار. ظاهرا من آخرین نفر نیستم، خانم چوپانی هم منو سشنایی بردن. بهانه از این بهتر پیدا نکردین؟ عذر میخوام، من از فردا سعی میکنم رأس ساعت 6 صبح شرکت باشم. آقای مجید، از فردا شما یکی از کارمندان قطعی شرکت به شما میاییم. چه دیر بیاین چه زود، برای همه ما مؤثر هستین. امیدوارم الگوی مثبتی برای همه ما باشید آقای مجید. چوبال، چه سال اینجا کار میکنی؟ دو سال. دو سال. فکر نمیکنی کم کم باید به خودت یه تکونی بدی؟ منم مثل تو پشت اون میز کار میکردم، خسته شدم، جامو عوض کردم. همین کارا رو میکنی که زندگیت تکراری شده دیگه، عوضش کن. به هر حال آقای درخشان از امروز کارمند قطعی ما شدن. شما هم شیرینیشو بخور، بعد حکمشو تایپ کن، من امضا کنم. مدارکشم هنوز نیورده ها. مدارکشو نیورده باشه که چی؟ به هر حال شما رئیس این شرکتین، همیشه تصمیمات درست گرفتین. فکر میکنم یه ذره دارین راجع به ایشون زود تصمیم میگیرین. چوبانی، حرفتو بزن. یه جوریه، یعنی هر چی ماهی جلوش با همسرم صحبت میکنم تلفنی، هی میخوام یه جوری بهش بفهمونم من شوهر دارم، باز هر دفعه میرم آبدارخونه بیا دنبالم. خب میذاری تو گوشش؟ دیگه نمیخوام تو محل کار آبروریزی و اینا پیش بیاد دیگه. نه نه خانم چوبانی، آبروریزی نیست. آبروریزی اینه که تو محیط کار جوری برخورد بکنی که اون به خودش اجازه بده با شما اینجوری برخورد بکنه.
گرچه اصلا به حرفت اعتماد ندارم، اما گیرم اگر همین جوری باشه که تو میگی، بازم همه تقصیرها رو میندازم گردن شما. بفرما. اینو یه جور بده به دستش که بفهمه هیچ ربطی به هم دیگه نداریم. هرچی هست فقط یه همکاری ساده است. یه سلام، یه خداحافظ. خداحافظ. مریم، این بازی ها چیه تو داری در میاری؟ تو زیرا به من دلو میزنی؟ آقا شما با چه اجازه اسم کوچیک من رو صدا میکنی؟ خجالت بکش. شما خجالت بکش؟ با چه اجازه میای دنبال من اینجا؟ با اجازه خودم. مردی که بیا برون، هرچی هیچی نمیگم، هی میگم دهنم ببندم همکاره، انگار نه انگار. آقا من شوهر دارم. اه هر روز پرروتر میشه. اینا رو بده خانم محبوب لطفا. بفرمایید، دیدم چای. پس خواهش میکنم خوردید استکانو بشورید. چشم، بفرم. چشم. بابا تلفن. کیه بابا؟ الو بابا. کی بود ماما؟ نمیدونم. حالا اونو من بهش گفتم، اونم کی؟ باشه، حالا بعد راجبش صحبت. باشه باشه، حالا بعد راجبش صحبت میکنم. آره خیلی خیلی باشه، خدا حافظ. بابایی بله، مال نخودسی ها من با ماماری دو کلمه حرف دارم. آفرین. کی این وقت شب؟ مگه من از تون بپرسم که کی بهت زنگ میزنه؟ مشکل همینه که نمیپرسی. وقتی نمیپرسی کی زنگ میزنه، کی اسمس میده، کی ایمیل میده، یعنی سرگوش خودت هم میجنبه، نمیپرسی که من نپرسم. حالت خوبه؟ نه. چته تو؟ اگه یه روزی دست از پا خطا کنی خودم میکشمت. خواب دیدی خیر باشه، این مزخرفاتو بشه این بچه نگو، رو مخش تأثیر میذاره. محسود جان الو، تو گوش کن، تو گوش کن، تو داری از من خرید میکنی، منم دارم به تخفیف میدم، دستگاه هم تازه به جای یه سال دو سال گارانتی داره. خب ببین، ببین محسود، کل بدهیمو حساب کن، از فاکتورت کم کن، اصلا پورسال نشم مال تو. مرد آقل، من به فکر شرکت نیستم، من به فکر تو هم. من امروز اینجام، فردا رو خدا میدونه کجا باشم. معلومه سلام علیکم، که من با تو مهمه. تو باید بیای شرکت، خانم مدیر عامل رو ببینی، باش وارد دیالوگ بشی. تکا تکا. بله، باید بی خودت باش صحبت کنی. خب نه نه، اینجوری که نمیشه که. نه پیچ مریم، نه پیچ، نه پیچ، از نر پیچ، نه پیچ. گوشی نه، با تو نیستم داداش. گوشی گوشی. مریم چه کار داره؟ واسه چه از این ور اومدی؟ من تو من زنگ میزنم، زنگ میزنم به. خدا به خیر بگذرونه، یه وقت شد. بفرمایید. حالا اگر بمیره خونش گردن شماست. خونه خوناشم که گردن گرفتن نداره. تو چرا کاسه دختر از آشی؟ بدبخ شدم. بابا چی شده خب؟ حلقه ما قورت داد. جوپانی بیا تو. چوپانی تو صدای شکستن اینو شنیدی؟ صدای شکستن منو نشنیدی؟ امیرزاده چوپانی. خب توضیح بده. هوا چقدر گرمه.
بجاش گرمی نمیدی من دارم میلرزم. سرده. چند روزه؟ چی چند روزه؟ چند روزه با همین؟ خانم زندگی خصوصی من به خودم مربوطه. زندگی خصوصی تو هیچ ربطی به رابطت نداره. داره. میگم نداره. میگم داره. میگم نداره. نداره نداره. موبایلتو بده من. بله. موبایلتو بده به من. حتما. چجوری؟ مجیدم. وقی پر رو. دلم واسه اون شوهر بیچارت میسوزه. خانم بده من اون موبایلم، ترسم الان قورتش بدی. مگه شما دلم داری؟ بگیر شما نرم. بگیر شما نرم. مجیدو شوهرتو، من امروز باید تکلیف تو رو روشن کنم. بگو آب دستش بذاره زمین بلنشی بیاد اینجا. مطمئنی؟ آره بزن. مجیدم مجیدم عزیزم، آب دستت بذار زمین. بیا خانم رئیس میخواد تکلیف منو با شوهرم مشخص کنه. سلام. بگو که شوهرمی. بگو. چیو؟ حقیقتو. بابا چرا انقدر قضیه رو شما دارید فلسفیش میکنید؟ حالا که اتفاقی نیفتاده. شما اون روز اگر خاطرتون باشه من اومده بودم راجع به مریم با شما حرف بزنم، شما فکر کردید که من اومدم استخدام بشم. خب الان هم که همه چی به خیر و خوشی داره تموم میشه، بابا قضیه رو نپیچونید خواهش میکنم. بهت گفته بودم سیاه‌بازی و معرکه گیری نداریم. تو با احساس من بازی کردی. جوپانی تو به هم دروغ گفتی، کلک زدی. با اینکه حقیقت رو میدونستی ولی هیچی به من نگفتی. تو از این ثانیه اخراجی جوپانی. وسایلتو بردار، هر چه زودتر از شرکت من برو بیرون. بیرون! جیغ نزن، پوست قشنگت خراب میشه. فردا رأس ساعت 8 میبینمتون. آقای مجید. بله بله، چش. فعلا باشه. خیلی خوشحالم از اینکه اخراج شدی؟ نه، از اینکه بهش فهموندم شوهرمی موند. منم خیلی خوشحالم از اینکه منو اخراج کرده. نه، نه، از اینکه هنوز سر کارم دارم پیدا می‌کنم. مبارکت. ادامه بده. بله خانم. جسد ناقصه که درخشان. کجاش؟ حواست نیست، دقت نمی کنی. الان مشکل کجاست خانم؟ اجناس همه تو گمرک مونده، دوتا مارکو کم نوشتی. بگیرو. مرحبا دارید. کجاشو دیدی آقا مجید؟ اولشه. درخشان اینجا چیه؟ اینجا شرکت. یعنی محل کار دیگه. بله. قرمز؟ اینجا جای پیراهن قرمز پوشیدنه؟ بستگی به مدیر محل کارش داره. بس یه چیزایی رو میفهمیم. من یه چیزه جیه نپوش. این پیرنه که شما خودتون رو من خریدید.
پیرهن همون پیرهنه، اما تو آدم پریروز نیستی. هستی؟ نمیدونم. همون دیگه نمیدونی. چون نمیدونی به پرواز من یه چایی بردار بیار. کمرنگ بشه یا بررنگ؟ متعادل. متعادل. آدم در هر چیزی باید تعادل رو حفظ کنه. تعادل. برو. باشه. قرارداد آقای مسعود چی شد؟ تنظیم میکنم میرم خدمتتون. برو.